نظامیان کشور اماگون با چندین گروه توریستی در نبردند. این گروه های توریستی نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت منطقه و جهان را تهدید می کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر روی بسیج جهانی در کار مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. جمهور رئیس وینا با در تروریسم سر پر مبارزه باندی ورطولی در تروریسم گواشونه او پا دی برخه که در هوادونو مسئولیت منند. قرار است رئیس جمهور غنی در آشه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شمار دیگری از مقام‌های ارشد آمریکایی نیز دیدار کند. جمهور رئیس در آمریکا در متحده ایالات و جمهور رئیس سره در امنیت شورا سلاحکار سره و در دفاع وزیر دو مشرانو سره گوری. گزارش های نیز وجود دارد که رئیس جمهور غنی در آشه نشست اجلاس سالانه سازمان ملل متحد با نخست وزیر موقت پاکستان نیز دیدار خواهد کرد، اما در رابطه به چگونگی این دیدار تا هنوز چیزی گفته نشده است. رفتن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان یک فرصت استثنایی را به وجود میارند که برای اجماع افکار جهانی و منطقوی بر مبنای صلح افغانستان و با مبارزه با تروریسم لابیگری بکنه و تعامل بکنه. ظاهرا بعد از اعلام رابرد جنگی جدید آمریکا در قبال افغانستان، وضعیت جنگی در کشور به نفع نیروهای امنیتی تغییر کرده است و برای اولین بار هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی موازی تروریستان را در مناطق قبایلی پاکستان آماج قرار داده است.